Ladies, that is now gone. دوستان عزیز، کلیپ را که شما مشاهده کردین با یکی از برادرهای ارتباط میگیره که یک روز قبل از اینکه وفات کنه اسلام میاره و شهادتین میخوانه و این مرد متعلق به یکی از ایالتهای متحده امریکا بود که قبل از اسلام آوردنش، قبل از وفاتش یک روز قبل اسلام میاره و در روز جمعه در واقع دفن میشه. علا کل حال 5 نکته بسیار کلیدی را در ضمن این کلیپ میخوام با شما دوستان عزیز مختصر شریک کنم. اول این که شما هیچ وقت به بهشتی بودن و جهنمی بودن فرد در دنیا زود فیصله نکنین که فلان زن فلان مرد به سبب این اعمال حتما مستوجب آتش جهنم است و الله متعال و نمیبخشه. فضل الله متعال خیلی عظیم است و مختص به یک فرد نیست، هر کسی را بخوای شامل فضل خود میکنه. پس امر آخرت یک امر پنهان است، رازش به نزد الله متعال نفته است. بله، ما میتونیم یک کسی را در واقع به سبب اعمال خیرش بگویم که انشالله فرد بهشتی است یا انشالله دعا کنیم برش که از اهل بهشت باشه. این یک نکته. نکته دوم دیگه که دوستان عزیز بیادتان باشه که هر روز یا تمام روزهای زندگیتان قسم شما سپری کنین گویا این روز آخر زندگیتان است، بلکه هر نمازی را که شما اقامه میکنین با خود بگوین که این آخرین نمازی است که من میخوانم و بعد از اون من وفات میکنم. فرد مسلمان و فرد مؤمن باید هر لحظه، هر ساعت و هر روز به مرگ خودش آماده داشته باشه. و نکته سوم دوستان عزیز این که همیشه به خاطر هدایت یک روزنه نگه دارین. دوستای خوب، عزیزایی که انسانان متقی هستند با اونا رفت آمد داشته باشین، به صحبتایشان گوش فرا بدین، اگر چند شما احساس کنین که از جاده صراط المستقیم منحرف شدین، چون در بسا از مورد یک ریسمان سبب نجات انسان از غرق شدن در منجلاب است. پس قسمی که این برادر با مسلمانان رفت آمد داشته اون سوپرمارکت، همین سبب شده بود که به اسلام تشویق شد و یک روز قبل از وفاتش اسلام آورد. نکته چهارم دوستان عزیز این که خاتمه انسان بسیار مهم است. فرد مسلمان خاتمهش مهم است. به اعمال خیر خود زیاد مغرور نشیم و از الله متعال بخواهیم که به درگاه خودش قبول کنه. چرا که یک فرد ممکن در طول زندگی اعمال خیر انجام بده ولی به سبب خودبینی و یا به زبان سادتر خود بزرگ بینی سبب شود که انسان اون اعمال خوب مثل کوه ببینه و الله متعال به مثل کاه را قرار بده. از الله متعال امید داشته باشیم که اعمال ما را قبول کنه و اعمال خود را مرور کنیم، کوش کنیم درش بیفزاییم. و نکته چهارم دوستان عزیز این که همیشه دعا کنین که الله متعال اعمال خیر شما را به درگاه خود قبول کنه و گذشته از او خاتمیش ما بخیر باشه. در بس از مورد یک فرد اعمال خیر زیاد انجام میده، خود بینی بزرگ بینی برش دست میده و بالاخره اون اعمال که مثل کوه خودش تصور میکنه الله متعال به مثل کعبه او قرار میده. پس دوستان عزیز فراموش نکنین که در کنار اعمال خیر از الله متعال بخواین که خاتمه ما را بخیر بگردن. و نکته پنجم آخری که هیچ عمل خوب را پیش و پا افتاده تصور نکنین ممکن سبب نجات شما بگرده. همانطوره که این فرد رفت آمد با این مسلمان ها سبب نجاتش در واقع قرار گرفت، ما هم عمل ممکن انجام بتیم اگرچند اجر بسیار کم از منظر دیدگاه ما داشته باشه ولی در واقع نجات دهنده باشه. کلیپ طولانی نشه، به یاد داستان امو غلام حبشی به نام فام که در ذات المعاد جلده اول صفحه 393 این روایت آمده که در جنگ خیبر فرد از اهل خیبر در حال که شمشیر گرفتن و بیرون شدن بر علی رسول الله صلی الله علیه و سلم میپرسن که شما بخاطر چی بیرون شدین؟ مردم میگن که ما بر علی محمد بیرون شدیم صلی الله علیه و سلم. محمد از شما چی میخواد؟
مردمی که خودش پیامبر خدا معرفی کرده. پس در حال که چوپان است با سایر همون گوسفندای خود به نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میره و از رسول خدا صلی الله علیه و سلم میخواهی که تو مردم به ما بیان کو که به مردم به چی دعوت میکنی. رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنه که ما از ایشان میخواهیم که بگوین نیست هیچ معبود جز الله و من بنده و فرستاده او هستم، یه چیزی نمیخوایم. اینا بر علیه ما شوریدن و میجنگن. و بعد این غلام حبشی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میپرسه اگر من اسلام بیارم با این چیزی را که تو میگی قبول کنم اجرم چی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنه ولک الجنه و ان مت علی ذلك، بر تو بهشت است اگر تو به این امر یا به می اقرار که میکنی به وحدانیت الله متعال و رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم تو وارد بهشت میشی. بر صورت در امان روز قبل از اینکه یک نماز این فرد بخوانه به شهادت میرسه و رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنن که عمل اندک اجر عظیم اجر پاداش عظیم و بی پایان که رضایت الله متعال وارد شدن به بهشت است. پس هیچ عمل را خورد پیش پا افتاده و ناچیز تلقی نکنید. السلام علیکم.